وزیر جدید عدلیه و مهاجرت. ما پیش از این هم دیده بودیم. نخست وزیر در کاخ با وزیر عدلیه جدید. برای نخستین بار توانستیم نشست کنیم که چه کسی وزیر جدید شود. پادشاه یوران کالمی را به عنوان وزیر جدید عدلیه منصوب کرد. او پیش از این به عنوان حقوقدان، شریک در یک شرکت وکلا، معاون وزیر در وزارت عدلیه سابق و فعال در سیاست اسلو کار کرده بود. او پنجم وزیر عدلیه در دولت سولبرگ و علاوه بر دو کارمند موقت است. یاران کالمر، شما هفتمین وزیر عدلیه در دولت سولبرگ هستید. برترین ویژگی شما به عنوان وزیر عدلیه چیست؟ همین که من قبل از این هم کار اینجا کار کرده بودم، خب بچه من میدانند که وزارتخانه چه کاری انجام میدهد. اما من فروتن هستم، زیرا من فقط معاون وزیر در زمین مهاجرت بودم. حال من به طور صریح و فشرده درباره پلیس، زندان و بخش محاکم خواهم آموخت. سپس یک زندگی روزمره امنی برای ساکنان ما فراهم خواهیم کرد. شما با مسائل مهاجرت کار کردید و برای یک سیاست مهاجرت سختگیرانه تلاش کردید. شما به سختی برای متوقف کردن پرندگان در کلیسا کار کردید و از ورود کودکان پرنده جلوگیری کردید و شما همچنین از ورود مهاجرینی که قصد ورود از مرزهای ما را داشتن را متوقف کردید. آیا میخواهید این کار را به عنوان وزیر عدلیه ادامه دهید؟ ما نباید هرگز با وضعیتی که در سال 2015 داشتیم روبرو شویم، به دلیل اینکه افراد زیادی که آمدن باعث شدند تا رفاه ما تهدید شود. رفاه دولت به تعادل وابسته است، بنابراین ما باید مهاجرت را محدود کنیم. آیا سیاست مهاجرت امروزه به اندازه کافی سختگیرانه است؟ ما پس از سال 2015 کمی سختگیرانه تر شدیم. این کار لازم بود. این برای نوه که داره چنین جامعه رفاهی بزرگی است واجب است. این باعث جذابیت ما می شود. ما باید تنها به کسانی که داره یک دلیل اساسی برای پناهندگی هستند اجازه ماندن بدهیم. و کسانی که پناهندگی دریافت نمی کنند باید کشور خارج شوند. به عنوان یک وکیل شما به مشتریان کمک می کردین تا حق خود را از نظام سیاسی بگیرند. شما لحاظ بی‌طرفی چگونه به عنوان وزیر عدلیه کار خواهید کرد؟ این مهم است که در اینجا منظم باشیم. من با دوسیه‌هایی که در آن دخیل بودم کار نخواهم کرد. تشکر یوران کالمیر.